سخن 35. سلام بر تو ای فرزند برومند ایران، ای هموطن گرامی که به من گوش می دهی و گهگاه هم وسیله تلفن و فاکس و ایمیل مرا برای این گفتارها تشویق می کنی. برایت آرزوی سرفرازی و رسیدن به آزادی دارم و درود بر کارکنان رادیو اسرائیل. اینک روی سخنم با آن نوجوانانی است که چه از ایران و چه از اروپا، به خصوص کشور سوئد، از من با تلفن و فاکس سوال می‌کردند که این رضاخان کی بود که آمد و تاج پادشاهی را از سر خاندان قاجار برداشت و ملت ایران را که دوستدار احمد شاه معصوم مظلوم بود گرفتار ظلم و ستم کرد. دلم می‌خواهد شما نوجوانان مهربانم خوب گوش کنید و با دقت تاریخ آن روزگار را به ذهن بسپارید تا بدانید که این رضاخان که معروف به رضا ماکسیم یا رضا شستیری بود کی بود، چه کرد، چگونه راه زندگی را برای شما و من و حتی همین رژیم جلاد بیدادگر قدر ناشناس باز کرد. طبق صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی، سید ضیاءالدین طباطبایی که در دوران حضور قزاق‌ها طبق فرمان احمدشاه نخست وزیر شده بود، در اسفند ماه 1322 یعنی در دوره 14 مجلس به نمایندگی انتخاب شد. طی سخنرانی مبسوطی توضیح می‌داد که وقتی افسران روس که گارد مخصوص احمدشاه را اداره می‌کردند بر اثر فشار مقامات انگلیسی از ایران خارج شدند و دولت انگلیس هم رسماً اعلام کرد که نیروهای خود را از ایران بیرون خواهد برد، احمدشاه سخت به وحشت افتاد، زیرا هم شاه و هم رجال قاجار بر اثر کجندیشی فکر می‌کردند که پس از خروج سپاهیان انگلستان، بلشویک‌ها که استان‌های شمالی ایران را در اختیار خود دارند به تهران هجوم خواهند آورد و حاکمیت ایران را در اختیار خواهند گرفت. به این جهت شاه اول به این فکر افتاد که فوراً از ایران خارج بشود و برود به اروپا و در پاریس زندگی کند، که به علت هرج و مرج فوق‌العاده و نبودن یک دولت مسئول در تهران و همچنین عدم موافقت دولت انگلستان با خروج او از کشور، این کار میسر نشد. تا روز 25 بهمن ماه 1299 شمسی که خبر دادند جنرال آیرنساید فرمانده ارتش انگلیس برای خداحافظی از شاه تقاضای ملاقات کرده است. احمدشاه وقتی دانست که جنرال فرمانده ارتش انگلیس ایران را ترک خواهد کرد به سختی دچار هراس و نگرانی شد. تصمیم گرفت به طور قطع از کشور خارج بشود یا آنکه پایتختش را به جنوب ایران منتقل نماید تا بتواند از حمایت ایلات بختیاری و قشقایی برخوردار باشد و همچنین شیخ خزعل که آن روزها خود را سلطان عربستان مینامید و سراسر خوزستان را در اختیار خود گرفته بود از او حفاظت و نگاهداری کند. سید ضیاء در سخنرانیش در مجلس شورای ملی گفت که درست هنگامی که احمدشاه همه وسایل حرکتش را برای رفتن به اصفهان و جنوب ایران آماده کرده بود، یکی از رجال قاجار که به قول سید ضیاء موازنه ملکات عقلیه نداشت، یعنی نمی توانست به درستی وقایع آن روزگار را بررسی نماید، به احمدشاه پیشنهاد کرد که از این اردوی قزاق که بیکار در قزوین به سر می برند پا
500 نفرشان را به تهران بیاورند تا آنها از پایتخت و سلطنت نگاهبانی نمایند. شاه و اطرافیانش این فکر را پسندیدند. به همین جهت راضی شد که از محل مساعده ماهانه‌ای که انگلیس‌ها برای هزینه‌های ضروری دولت می‌پرداختند 80,000 تومان به قزوین بفرستد که خرج تدارکات ضروری حرکت قزاق‌ها به تهران بشود. ملک شعرای بهار در کتاب احزاب سیاسی نوشته است: سپهدار نخست وزیر وقت طبق دستور شاه 100,000 تومان حاضر کرد تا به قزوین ارسال نماید. سید ضیاءالدین که جزء محارم نخست وزیر و واسطه بین سپهدار و مقامات انگلیسی بود، به او پیشنهاد کرد تا پول را وسیله ماژور مسعود خان کیهان به قزوین بفرستد، تا اینکه ماژور مسعود خان به نمایندگی نخست وزیر در پرداخت حقوق سربازان که 6 ماه بود حقوق خود را دریافت نکرده بودند نظارت کامل داشته باشد. که اگر درست دقت کنیم، در حقیقت ترتیب حضور آمدن قزاق‌ها به سرپرستی رضاخان میرپنج از قزوین به تهران را خود نخست وزیر و فرمان احمدشاه تسهیل کرد. سجیا هم از این بیفکری شاه و نخست وزیر بهره برداری کرد. حسین مکی در کتاب کودتای 1299 می نویسد: روز 25 بهمن ماه سید ضیاء مخفیانه، بدون آنکه حتی کارکنان روزنامه رد که سید ضیاء مدیرش بود اطلاع پیدا بکنند، به اتفاق ماژور مسعود خان با کیسه های پول به قزوین رفتند. پول رو به دست کلنل اسماعیل دادند تا حقوق عقب افتاده سربازها رو پرداخت کنند. سرهنگ اسماعیل که از قبل به دستور جنرال ایرنساید موظف شده بود برای قزاق‌ها لباس و کفش زمستانی آماده نماید، دست به کار شد. ضمن پرداخت حقوق به آنها، برای همه قزاق‌های حاضر در اردو هم لباس زمستانی گرم و پوتین انگلیسی آماده کرد. مکی نوشته است: قزاق بینوایی که ماها حقوق نگرفته بود و در آن سرمای بیابان‌های قزوین لباس تابستانی به تن داشت و به جای کفش پایش را با چارق می پوشان، از هر جهت نونوار شد و دارای ساز و برگ جدید و با خوشحالی حاضر برای رفتن به مأموریت تازه‌اش گردید. سپهبد امیر احمدی که آن روزها سرتیب یا سرهنگ بود، وزیر دست رضاخان میرپنج خدمت میکرد، نوشته است: اما میرپنج رضاخان تصمیم داشت که به صورت ظاهر ما طبق دستور شاه برای ایجاد امنیت به تهران بیاییم و میرپنج بشود رئیس دیویزیون قزاق، من هم رئیس آتریاد تهران. ابراهیم خواجه‌نوری در کتاب بازیگران عصر طلایی نوشته است: درست 48 ساعت بعد از آنکه سربازها حقوق و جیره و مواجب و لباس گرفتند و جنرال ایرنساید هم با تیاره یک موتوره خود به سوی بغداد حرکت کرد، به جای 500 قزاقی که قرار بود حرکت بکند، 2000 قزاق آماده به خدمت به فرماندهی رضاخان میرپنج و پیشتازی سرهنگ احمد آقا خان عازم به سوی تهران شدند. شهاب الدوله شمس ملک‌آرا که رئیس تشریفات دربار قاجار بود، درباره وضع روحیه احمدشاه اینطور تعریف می‌کند: احمدشاه در قصر فراهاباد زندگی می‌کرد. اغلب روزهای هفته هم وزیر مختار انگلیس مستر نورمن به اتفاق مستر اسمارت مستشار سفارت به دیدار شاه می آمدند و مذاکراتی بینشان انجام می شود. عده‌ای از سیاستمداران به اتفاق شاه قرار گذاشته بودند که با نظر انگلیس ها و اوضاع آشفته سر و صورتی بدهند، قزاق‌ها را هم بیاورند تا در واقع سدی در راه کمونیست های تازه نفس ایجاد کنند و نصرت دوله فیروز پسر فرمان فرما را هم احضار به تهران بکنند و دولت جدید را او تشکیل بدهد. به همین جهت هم نه شاه نه دولت سپهدار
هرگز نمی دانستند که به جای 500 قزاق مورد توجه شاه 2000 قزاق مسلح و بسیج شده به فرماندهی میر پنجرضا خان به سوی تهران حرکت کردند و به سرعت خودشون رو به مهرآباد یعنی چند کیلومتری تهران رسوندند. بعضی از شاهزادگان قاجار به شاه تلقین کرده بودند که این قزاق ها همه بلشویک هستند. اگه به تهران برسن خانواده سلطنتی رو مثل خاندان تزار روسیه قتل عام خواهند کرد. به این جهت احمد شاه ترسو دستپاچه شد و دستور داد که فوراً با تلفن به افسران قزاق دستور داده شود که حسب الامر اعلی حضرت همایونی این قوا حق ندارد به تهران وارد بشود و هر کجا هست تا دستور ثانوی متوقف کردند. شخص شاه تصمیم گرفت خودش شخصا با فرمانده قزاق ها با تلفن صحبت کند. در شاهآباد هم مرکز تلفن بود هم مرکز تلگراف. شاه دستور داد به مرکز تلفن بگویند میر پنجرضا خان فورا بیاید پای تلفن. وقتی به رضا خان گفتند که شاه پای تلفن هست کمی مکث کرد و با زیرکی فهمید که موقع سخن گفتنش با شاه نیست. به این جهت به رضا قلی خان امیر خسروی که افسر تحصیل کرده و فهیمی بود دستور داد که برود پای تلفن و بگوید که میر پنجرضا خان در راه است و به او دسترسی ندارد. شاه میپرسد این رضا خان میر پنج کجاست؟ امیر خسروی جواب میدهد قربان در راه است. به او بگویید فوراً با من حرف بزند. قربان میر پنج از این محل دور است، دسترسی به ایشان نداریم. از قول من به او بگویید آوردن این عده با توپ و تفنگ به تهران ضروری نیست، فقط 200 نفر با خودش بیاورد، بقیه را هم برگرداند به قزوین. سعی میکنم امر اعلیحضرت را ابلاغ کنم ولی تصور نمیکنم که رضا خان میر پنج را پیدا کنم، چون او با اتومبیل در راه است و ما با اسب به او نمیرسیم. شاه کاملا مضطرب و هراسناک شد و برای چاره‌جویی نمیدانست چه کند. در اولین دقایق بامداد روز دوشنبه سوم اسفند 1299 قزاق‌ها وارد تهران شدند و طبق برنامه منظمی که از پیش طرح‌ریزی شده بود همه نقاط سوق الجیشی تهران رو در اختیار گرفتند و صبح روز بعد شهر در تصرف افسران قزاق بود. همان روز مستر نورمن وزیر مختار انگلیس طی تلگراف محرمانه شماره 121 در تاریخ 22 فوریه به لورد کورزون وزیر خارجه انگلستان این طور گزارش می‌دهد: واحدهای مأمور قزوین و همدان بریگاد قزاق که حدوداً از 2500 نفر تشکیل شده تحت فرماندهی میر پنجرضا خان اندکی پس از نیمه شب به تهران وارد شدند. هنگامی که آنها هنوز خارج شهر اردو زده بودند نمایندگان شاه و کابینه دولت و دو تن از همکاران من از سفارت برای اطمینان یافتن از مقاصد آنها و ممانعت از ورودشان به تهران به سوی آنها رفتند، اما توفیقی به دست نیاوردند. رضا خان در پاسخ آنها گفته بود که قزاق‌ها تجربه لازم را برای رویارویی با بلشویک‌ها دارند و می‌دانند که آنها چه کسانی هستند و از اینکه دولت‌های بی‌کفایت یکی پس از دیگری در تهران بر سر کار می‌آیند و هیچ کس هم در فکر اقدامی اساسی نیست، قزاق ها خسته شدند. از این رو به تهران آمدند تا بتوانند این مسائل رو حل کنند. در پاسخ سوال نمایندگان شاه رضا خان گفته بود که آنها به شاه وفادارند و از این جهت هیچ مشکلی ندارند. مستر نورمن در گزارشش نوشته است اینک در شهر اصلا حکومتی وجود ندارد. نخست وزیر در اولین ساعات صبح
در ساختمان هیئت نمایندگی سیاسی بریتانیا متحسن شد و اغلب وزرا هم از ترس پنهان شدند و از شاه و اطرافیانش هم خبری نیست. هنگامی که از آنها سوال شد که شما که پول ندارید تا هزینه قزاق‌ها را پرداخت کنید چه خواهید کرد؟ میر پنجرضا خان گفته بود که علارغم خالی بودن خزانه مملکت ما می توانیم بدون کمک مالی خارجی قوای کارآمدی تشکیل بدهیم و ارتش منظمی داشته باشیم. و بعد با صراحت گفته بود به شما اطمینان می دهم که پول زیادی در همین مملکت وجود دارد و ما می دانیم که کجا باید دنبال آن پولها بگردیم. عزیزان هموطنم، اینها قصه نیست بلکه حقایق تاریخی 100 ساله گذشته است که برایتان تعریف میکنم تا بدانید که در کشورمان در آن روزهای سیاه و تاریک چه گذشته است. روز و روزگار به شما خوش تا هفته ی آینده.